و به تیم حقوقدانان و وکلای برجسته انگلستان نایجل پلمینگ، استیو گروت، اد گریوز و همچنین دیوید وون و کلر مسکین از همه اونها تشکر از زمان مصدق بزرگ تداعی کننده خاطرات تلخ و دردناکی برای مردم ایران بوده. اما نمایندگان مجلس انگلستان تاریخ این مناسبات ظالمانه رو ورق زدند. همه اونهایی که در پنج قاره جهان در این روزگار به حمایت از مردم ایران و مقاومت اونها به فاشیسم مذهبی نگفتند، چه خدمت بزرگی به صلح دانشجویان، کارگران و زنانی که با قیام‌ها و تظاهرات شجاعانه خودشون حکومت آخوندها رو به لرزه انداختند. این شکوفه پایداری پررنج مجاهدان آزادی در شهر اشرف نتیجه صحت استراتژی و خطوطی است که به خصوص از پنج سال پیش توسط رهبر این مقاومت مشخص شده و در بغرنج ترین ایام تاریخ ایران به اثبات رسیده است. دادگاه انگلستان فراتر از رفع اتهام از جنبش مقاومت است. برای ما این نشانه تغییر دوران است. تغییر دوران از رژیم به ضد رژیم، از دیکتاتوری به آزادی و از فاشیسم
که از این برچسب چه خسارت ها به مردم ایران رسید، چه جرثقال ها برپا شد و چه جوانانی به دار کشیده شدند. یادتون هست که 5 سال پیش چگونه سفیر وقت انگلیس از بمباران مجاهدین مطمئن کنه؟ یادتون هست که آخوند خاتمی و وزیر خارجش می گفتند که آقای جکسترو در سفر به تهران به دارا بیختن 20 تن از مجاهدینی رو که به خیال اون باید